سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. درود بر شما، درود به هم میهنان. خوشنوتره اهورامزدا، به خوشنوبی اهورامزدا. ایرانم خوبرنم یزمیده، فر ایران را می ستاییم. پس از مدتهای گپ کوتاهی میخواستم با شما هم میهنان داشته باشم. نخست این که برگه رو بسته بودن، اکانت جنبش رو بسته بودن برای مدتی و خب ما نمیتونستیم که با هممیهنان در پیوند باشیم. یه برگه دومی باز کردیم که اون برگه رو نگه داشتیم و به عنوان یک پلی که اگر دوباره این برگه بسته شد ما بتونیم از اون اکانت دوم جنبش در اینستاگرام استفاده کنیم. بنابراین هم‌حضوران اون اینستاگرام دو رو که به عنوان آرشیو الان نگه داشتیم اونو حتما دنبال کنند که اگر دوباره احیانا این برگه بسته شد ما بتونیم در اون برگه با هم‌حضوران همراه باشیم. یه مقداری گرفتاری های شخصی خود منم هستش عزیزم. واقعیت یه مدتی هستش که بسیار درگیر و مشغول یک سری کارهای روزمره زندگی. درود به همه شما گرامی هم‌حضوران. نیتم نداشتم که در واقع الان یک لایوی بگذارم، اما واقعیت اینه که یه سری رویدادها هستش که اجازه بدین من این مشتلی حمال رو اینجا بندازمش بیرون. یه لحظه اجازه بدین، یه مشتلی حمال اینجا هستش. یه مشتلی حمال جالبه این، ما هر موقع بعد پس از ماها که ما رو محدود کردن، اکانتمون رو بستن، اکانت شخصی فیسبوکی من هنوز بسته است. اکانت شخصی فیسبوکی من که بسیاری از پیجای جنبش روی اون هست هنوز بسته است. حالا این اکانت اینستاگرامی چند مدتی است باز شده. نخستین لایوی هم که گذاشتیم این مشتلی حمالان شروع کردن حمله کردن. یعنی این که خیلی جالبه، حالا ما اکانت جنبش زیاد دنبال کننده هم نداره که 15,000 تا مثلا دنبال کننده تو اینستاگرام داریم، نزدیک 50,000 تا در فیسبوک هستن، 3,000-4,000 تا هم بین توییتر و تلگرام و اینا هستن. در واقع همچین دنبال کننده های میلیونی که نداریم که، اما تأثیر صحبت ما، تأثیر قلم ما به قول معروف گفتنی این ترس و وحشت رو برای مشتری حمالا میندازه. اتفاقا میخوام در رابطه با این بچه آخون زم صحبت کنم. الان امشب میخوام در رابطه با این روح الله زم، این بچه آخون پس فطرت ایران ستی صحبت کنم. شمایی که عکس اون خامنه ی گجستک رو گذاشتی، قشنگ بنشین و گوش کن، بنشین و گوش کن. یک رویدادی رو من میخوام برای شما عزیزان توضیح بدم، رویدادی که اتفاق افتاد در قرن رویدادی که اتفاق افتاد در قرن هفتم میلادی. در قرن هفتم میلادی در ایران چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که در ایران افتاد این بودش که یکی از بزرگان ایران زمین به نام بهزادان پورونداد، خوب دقت کنید، به نام بهزادان پورونداد هرمز، به پا خواست که ایران زمین رو، مردمان ایران رو از زیر یوغ ستم بنی امیه نجات بده. تازیانی که یورش آوردن به ایران و ایران رو اشغال کرده بودن، این در واقع پورونداد هرمز تلاش کرد
قیامی را انداخت به نام قیام سیاه جامگان. الان آهسته آهسته متوجه منظور خواهیم شد. این قیام سیاه جامگان که بزرگ مرد ایران زمین، سردار بزرگ ایران زمین به نام بهزادان پورونداد هرمز راه انداخت که ایران رو، مردم ایران رو از زیر یوغ و ستم بنی امیه بیرون بکشه، چرخش و اتفاقاتی افتاد در این دگرگونی که ایران از زیر دست ستم بنی امیه اومد و رفت زیر ستم بنی عباس. خوب دقت کنید اتفاقاتی که در اون زمان افتاد، که اگر شاید این چنین نمیشد ایران برای همیشه از اشغال رهایی پیدا کرده بود، اما طبق معمول با دروغ، نیرنگ، فریب، حیله تازیان و خودفروختگان داخلی، بدبختی کشور ما این هستش که ما خودفروخته زیاد داریم. یعنی چی؟ یعنی که بیشتر از اینی که دشمن به ما ضربه بزنه، ایرانیان خودفروخته هستن که به ما دارن ضربه میزنن. دقت فرمودی؟ در این دگرگونی قیام سیاه جامگان که یک قیام ایرانگرایانه بود، به راستی و درستی ایرانگرایانه بود، خیانت‌های داخلی در دل سپاه بهزادان پورونداد هرمز این اتفاق رو رقم زد که ایران از زیر ستم بنی امیه در اومد، اما رفت زیر ستم بنی عباس و اسم اون سردار بزرگ ملی ما که بهزادان پورونداد هرمز بود شد ابو مسلم خراسانی. دقت کردین؟ الان دیگه متوجه منظور من شدید که چرا این بستر رو من فراهم کردم. بنابراین عزیزان، دعوای ما دعوای بین بنی عباس و بنی امیه نیست. این مثال رو بارها و بارها در برنامه های مختلف از من شنیدی. شمایی که تصویر خامنه ی گجستک رو گذاشتی، باش و تا آخر این لایو گوش کن. شمایی که مبارزه میخواهید بکنید که خودتونو از زیر یوغ مشتی آخوند شپشو، ایران ستیز، دزد، دروغگو، اشغالگر آزاد کنیم یا آزاد کنیم، باید دقت داشته باشید که دعواهایی که انجام میشه بین اشغالگران ایران برای غارت بیشتر، برای قدرت و برای کشتار بیشتر ایرانیان، این دعوای ما نیست. دعوای اصولگرا و اصلاح طلب دعوای ما نیست. دعوای بین بنی امیه و بنی عباس دعوای ما نیست. دعوای بین شیعه و سنی و بهایی دعوای ما نیست. ما از زاویه ایرانگرایی، ما از زاویه میهن پرستیم به مسائل باید نگاه بکنیم و مسائل رو بررسی بکنیم، آنالیز بکنیم تا بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم، تا بتونیم سره رو از ناصر تشخیص بدیم. بنابراین اگر روزی دعوایی بین احمدی نژاد و موسوی نامی سر میگیره که جفتشون اشغالگر، یعنی ایران رو به عنوان یک سرزمین اشغالی نگاه میکنن و تمام دزدی هایی که میکنن در قالب ذهن خودشون برای خودشون در باورهای اسلامی خودشون حلال هست، وقتی اینها با هم جنگ قدرت میکنن، این دعوا دعوای ما نیست. به دلیل اینکه دوتاشون دشمن ایران هستن. موسوی هم همون شخصی بود که کشتارهای سال 67 انجام داد، نخست وزیر ایران بود. احمدی نژاد کسی است که ایران رو چنین بیابرو کرد، میلیاردها دلار
ثروت و سرمایه ایران رو تاراج کردن و دزدیدن. تفاوتی نداره. آش انقدر شور شده، آش انقدر شور شده که جمهوری اشغالگر اسلامی سیستم های امنیتی که جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در این 40 سال، جمهوری اسلامی به تنهایی که نتونسته سرپا بمونه، کشته، غارت کرده، اون سیاست عرب به نصر رو پایگذاری کرده، مردم رو به وحشتی انداخته که بتونه قدرت رو نگه داره، کنترل بکنه. دقت فرمودی؟ از اون ور یه سری ارسالی ها عوامل خودش، مثل همین بچه آخوند زن که حالا میگن کشتنش، حالا تا جنازش دیده بشه دیده نشه داستان ها بسیار زیاد داره. کشتنش که کشتنش، به من چه ربطی داره؟ به من برانداز، به من ایرانگرا چه ارتباطی داره؟ به درک که کشتنش، فردا احمدی نژاد رو بکشن، به درک که کشتنش، موسوی رو بکشن، به درک که کشتنش، رفسنجانی رو کشتن، به درک که کشتنش. اینا همشون دشمنان ما هستن، دشمنان ایران زمین هستن، غارتگر هستن، اشغالگر هستن، بین خودشون دعوای و جنگ قدرت سر میگیره، همدیگر رو قلقم هم میکنن، به درک که بکنن، اینقدر همدیگر رو بکشن که اصلا نسل کثیف پست تازی اشغالگرشون از روی خاک ایران پاک بشه. به درک که کشن همدیگر رو. ما میبایست بتونیم از این درگیری که بین خودشون به وجود اومده بهره ببریم و کشورمون رو آزاد کنیم، کشورمون رو از زیر یوغ مشتی آخوند شپیشو دزد غارتگر جنایتگار بتونیم آزاد کنیم. مشخصا اینها به هم رحم نمی کنن. در درون جنگ قدرتی که اینها الان امروز سر گرفته، بیگمان اینها به هم رحم نمی کنن. نکنن، به درک. به ایران هم سوگن، این واقعیته. یعنی این که در راستای نجات ایران، در راستای میهن پرستی دور جانب قاسمی و در راستای خواستگاه های ایران گرایانه، اگر دشمنان ایران همدیگر رو قلقم میکنن، بکنن، به من چه ربطی داره؟ دقت فرمودی؟ ضمن اینکه جمهوری اشغالگر اسلامی که دستش دیگه امروز روشن شده، امروز برای همگان آشکار شده، حتی برای کسانی که تا امروز نمیخواستن ببینن، خودشونو به ندیدن میزدن، خودشونو به نافهمی میزدن، برای اونها هم آشکار شده که دست جمهوری اسلامی کاملا در دست اسرائیل هست. جمهوری اسلامی نوکر و گماشته اسرائیل، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و روسیه است. خوب دقت کنید. جمهوری اشغالگر اسلامی نوکر و دست نشانده اسرائیل، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه است. و اصولاً خمینی گجستک هندیزاده تازی رو فرستادن در ایران در سال 57 که بسترهایی رو فراهم بکنه و در این بسترسازی به نقطه‌ای برسیم که امروز داریم درش به سر میبریم، که گسست اجتماعی به وجود بیاره بین مردمان ایران زمین، که بتونن از این گسست اجتماعی بهره ببرن، با گروهک هایی که خودشون ساختن و ساپورتشون میکنن به نام تجزیه طلب ها، به جای این کشور رو برسونن که با توجه به این گسست و ساخت این گروهک ها بتونن ایران رو تجزیه بکنن. ببینید چگونه این مافیای جهانی در این 41 سال مسائلی رو فراهم کرد، بسترهایی رو ساخت
که بتونه به اینجا برسه که ایران رو به این ذلت و خاری برسونن، که بتونن به اینجا برسن که مشتی مغول تازی زاده به مانند اردوان به خودشون این اجازه رو بدن که این جسارت رو بکنن که بیان برای آذرآبادگان، برای آتورپادگان، برای جایی که بزرگترین آتشکده ایران زمین به نام آذرگوش است، قرنها و قرنها در اونجا آتشش برافروخته بود و تمام شاهان بزرگ ایران زمین برای نیایش به آتشکده آذرگوش است میرفتن. آتشکده آذرگوش در خطه آتورپادگان هستش، چیزی که به اسم تخت سلیمان اومدن به مردم شروع کردن فروختن. دقت فرمودی؟ آتورپادگان به روایت و داستانهای زادگاه اشوزرتشت اسپندمان هست، زادگاه اشوزرتشت بزرگ هست. یک روایت از آتورپادگان میگه، یک روایت از بخارا میگه. یعنی چی؟ یعنی تمام زایش و ریشه اصلی ایران زمین که آتشکده آذرگوشسپ در آتورپادگان باشه، آتشکده بزرگ فارس در خوزستان باشه، میخوان سر و ته ایران رو از هم جدا بکنن، خوزستان رو براش اون مسائل رو فراهم میکنن، آتورپادگان رو براش اون مسائل رو فراهم میکنن، کرمانشاهان، کردستان که بیگمان هر کجا کرد هست اونجا ایران است، که ایرانی تر از کرد ما اصلا نداریم، میان این چنین بین مردم گسست ایجاد میکنن، تفرقه هایی که میندازن برای جدایی. این از من و شما هست، این از ایرانگرایان هست، این از میهن پرستان هست که وارد این بازی ها نشن. این بازی ها رو چه کسانی به وجود میارن؟ امثال بچه آخونده زم ارسالی پس فطرت که میگن امروز کشتنش، به درک که کشتنش، دشمن ایرانه، دشمن ایران زمین هستش، تمام خیانت های لازم و واجب شرعی خودشونو تا زمانی که زنده بود انجام داده. به چی خیانت کرده؟ به ایران زمین. به چی خیانت کرده؟ به من و شما. حالا اومدن از سر را برش داشتن به خاطر جنگ قدرتشون، خب برش داشتن به درک. به من چه ربطی داره؟ مگه دعوای بین بنی امیه و بنی عباس دعوای من هست؟ این نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم، به این آگاهی و خودآگاهی اجتماعی ما باید برسیم. کار رو به جایی رسوندن، آش رو انقدر شور کردن، دارن به وسیله همین سیستم ها و اهرم های امنیتی و اهریمنی به مانند موساد، به مانند MI6، به مانند CIA، به مانند کاجبه و به مانند تمام این کوفت و زهرمار اهریمنان ایران ستیز، آش رو چنان شور کردن که حتی از ارسالی های خودشون، بچه آخوندهای خودشون دارن قهرمان سازی میکنن. یعنی ما انقدر ایران زمین، ما ایرانگرایان انقدر خاک بر سر شدیم که قهرمان ملیمون باید یک بچه آخوند پس فطرت ایران ستیز دزد کثیفی به مانند روح الله زن باشه. اینطوری ما رو دارن خورد میکنن که رهبر آزادی بخشمون یک ارسالی پس فطرت کثیف نایاکیه، دزده، چپاولگر سلیتهی به مانند معصومه قومی نژاد باشه. اینطوری دارن ما رو خورد میکنن، اینطوری دارن خار و خفیفمون میکنن، قهرمانانمونم از دل خودشون دارن در میارن. چرا عزیزم؟ هرس خوردن داره،
برای ایران باید هرس خورد، برای ایران باید خون جگر خورد، برای ایران باید خون داد تا آزادش کرد، برای ایران باید سر درد بگیره وقتی میشینی داری فکر میکنی، برای ایران وقتی داری مطالعه میکنی باید گیجگاهت آتیش بگیره، برای ایران باید رگ گردنت قرمز بشه، باید رگ گردنت کلاف بشه، برای ایران باید خونت به جوش بیاد، برای ایران باید هرس خورد. مگه میشه اصلا شما بخواید بی تفاوت رد؟ بنابراین تفاوتی وجود نداره بین یک ایرانگرا و یک آدم پس فطرت ارسالی یا این مشتی خودفروخته که در یوغ و در خدمت جمهوری اشغالگر ایرانی هستن. برای ایران باید جان داد، از جان ما بالاتر نداریم. دقت فرمودید عزیزان؟ تمام جهان تن است و ایران دل، ایران در رأس تمام امور هست، ایران در بلندای تمام قله هاست، از ایران بالاتر ما نداریم. و رابطه بین شهریار، پادشاهی که نگاهبان ایران هست و خاک ایران زمین، یک رابطه مینوی بسیار بسیار ژرف هست، یک پیوند تاریخی است، یک پیوند فلسفی است. بیدلیل نیست که ما میگیم خدا شامیهن، اهورامزدا، شهریار، پادشاه، نگهدارنده ایران و خاک ایران زمین، خاک اهورایی ایران زمین، اینها در یک سلسله پیوند با هم هستن. هر کدوم از اینها رو شما بخواید قطع بکنی، ریشه ایران رو زدیم. دقت فرمودی؟ آش اینقدر شور شده، گرفتاری و بدبختی اینقدر زیاد شده که قهرمانهای ملی رو دارن از بین بچه آخونده درست میکنن، دارن از بین ارسالی های خودشون درست میکنن. خوب دقت کنید عزیزان، مردم ما هم که یک عده اومدن یه سری مسائل رو برای خودشون راه انداختن، یک چهره میهن پرستی برای خودشون درست کردن، امروز همه دارن مردم رو پرت میکنن. یعنی ما اینجا امروز به بزنگاهی که رسیدیم، که این بزنگاه یک بزنگاه بسیار حساس هست، یه عده که رفتن اصلا برای خودشون چیز شدن، یعنی اصلا ایران فراموش شده، تمام مسائل ایران فراموش شده، همه چی رفته به کنار، حسین چه میدونم آمریکا رو دارن میکنن، حسین آمریکایی رو دارن میکنن که همین آمریکا سال 57 به ما خیانت کرده، فرقی نمیکنه میخواد چه میدونم یک کثافتی مثل ترامپ باشه یا یک کثافت از ترامپ مثل بایدن باشه یا یک کثافت تر از همشون مثل اوباما باشه، چه فرقی بین این کثافت ها میکنه؟ مشکل اساسی اینجاست که شور بختانه مردم جوگیر، دردمند، مستحصل، دارای یک خرد لازم که بخوان سره رو از ناسره تشخیص بدن، هر کسی که میاد چهار تا یاوه‌گویی خوشگل براشون انجام میده، شروع میکنن حسین رو سینه زدن، انگار که قرار نیست ما این فرهنگ امام زمانی رو چال بکنیم. در چاه مسترای جمکران رو بستن، اما این فرهنگ امام زمانی رو هنوز نتونستیم از ذهن مردمان پاک بکنیم. کسان اگر میخوان ایران رو ببینن، کسان اگر میخوان وجود ایران رو ببینن، کسان اگر میخوان آتش خرد رو ببینن، نخست اذهان خودشون رو میبایست پالایش بکنن
از شیعه و از اسلام. نخست میبایست ذهنها را شست، نخست میبایست ذهنها را شست تا شما بتونید دقیقا ایران رو ببینید، تا شما بتونید دقیقا اون مهر به ایران رو ببینید، تا شما بتونید دقیقا قدمی بردارید شایسته در راستای آزادی ایران. ایرانگرایی نه ملاگرایی است نه اسکلگرایی. ایرانگرایی نه ملاگرایی است نه اسکلگرایی. بنابراین همیهنان دقت کنن، همازوران دقت کنن. نخست این که هیچ کشوری در جهان دلش برای من و شما نسخته. به راستی و درستی که این مردمان آریایی، این ایرانیان ایرانگرای ایران زمین، تنها ترین مردمان تاریخ زمانن. ما تنها ترین مردمان تاریخ زمان هستیم. هیچ دوستی نداریم، هیچ پشوانه ای نداریم. این آمریکا و ترامپ هم که انقدر یه عده خودشونو دارن تیکه پاره میکنن که نهایتا این قومی نژادو بردن بغل ورش داشتن، بردن بغل پمپو نشوندن. مگه غیر از اینه همه کار و زندگیشونو ول کردن. آمریکا چی داره میشه؟ گور پدر آمریکا هر چی میخواد بشه. آمریکا هر چی بخواد بشه، اون دولت، اون سیاست های خارجیش تغییر نخواهد کرد، چون اصولا سیاست های خارجی آمریکا رو اصلا جای دیگه، کسان دیگه و قدرت دیگه ای تعیین میکنه. مگه همین 5-6 ماه پیش نبود که روزنامه نشریه کویتی فاش کرد که ترامپ با جمهوری اسلامی ماه هاست داره مذاکره میکنه؟ مگه خود ترامپ بارها و بارها نیومد بگه آقا ما با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم ولی برجامی رو امضا میکنیم که ما شرایطش رو تعیین بکنیم؟ مگه این صحبت ها رو نکردن؟ من نمیدونم حالا چرا برخی واقعا به راستی و درستی اصلا خرد باختگی هم حدی داره. و اصولا کسانی که اومدن و مردم رو دارن پرت میکنن از واقعیت موضوع، یا نادان هستن یا هدفمند دارن این کار رو انجام میدن. به همین سادگی ما ایرانی هستیم و برای آزادی ایران باید مبارزه بکنیم. اصلاح طلب و اصولگرا و این جنا اون جنا هم میزنن تو سر کله هم دیگه، با هم دیگه قهر میکنن، فرار میکنن، میرن خارج از کشور. اینا به ما ربطی نداره. نهایتا وقتی شما سر و ته صحبتاشون رو نگاه میکنی، یه کسی مثل اون علی جوامردی پسفترت که اصولا تجزیه طلب هستش، همین زم کسافت پسفترت هم اصولا دنبال قومگرایی بود و تجزیه ایران. در نهایتا با اون فخرآور عباس جپرسون و اینا، مگه خاطرتون نیست؟ آخه اینقدر ما باید خاطره تاریخمون ضعیف باشه؟ مگه همین بچه آخونده زم با اون آریاسه به باوند پس فطرت که الانم توی ایران داره راست راست بر خودش میشرخه، که دیگه عملا مشخصه یه ارسالی بوده که همه رو گذاشته بودن برای 22 بهمن اون سال سر کار با اون امانیه، اینا مگه اینا رو فراموش کردین؟ با اون شمیرانی و ایکس و ایگره، مگه این لاشخوران رو شما فراموش کردید؟ آخه مگه میشه حافظه آدم اینقدر کوتاه باشه؟ ماهی قرمز هم حافظش انقدر کوتاه نیست.
دلرحمی اونو نگه داریم برای اون بچه‌ای که داره از سطل زباله غذا تهیه میکنه، دلرحمی اونو نگه داریم برای اون کسی که داره کلیهش رو میفروشه خرج جهاز دخترش رو بده، دلرحمی اونو برای اون پدری نگه داریم که قرینه چشمش رو میفروشه که بچهش بتونه تحصیل بکنه، دلرحمی اونو برای اونها نگه داریم، بچه آخوند زمی که دزدیدن باباش دزد و آخوند و خودش دزد و پس فطرت و ارسالی و که مردم رو گمراه میکرد و خبرهای حج به مردم میداد برای گمراهی مبارزات، بیاییم برای اینا دل رحمی بکنیم، گور پدرشون بزنن همدیگر رو تیکه پاره بکنن نابود بکنن نسلشون برداشته بشه روی زمین. فردا پس اگر نمیدونم احمدی نژاد و مشایی رو گرفتن انداختن زندان و خواستن اعدام کنن، روحانی رو خواستن اعدام کنن، ظریف رو دستگیر کردن، باسه اونا هم بشینیم سینه بزنیم؟ نه آقا نمیدونم ولش کنین اینا گناه، نه آقا بذارید بزنن همگر تیکه پاره بکنن به جهنم، کار آینده ما رو ساده تر خواهند کرد، کار آینده ایرانگرایان رو ساده تر خواهند کرد، بزنن همدیگر رو نابود بکنن. تازه اگر واقعا این کار رو بکنن، الان خیلی ها رو دارید میبینید دیگه میگن آقا جنازه زم کو، یعنی باور ندارن که اینا اصلا اعدام شده یا نشده و حق هم دارن. کسی که اصلا زم رو یک مبارز بدونه براستی باید به عقل و خرد و درایت خودش شک بکنه، باید بره خودشو به یک روانشناس نشون بده. کسی که گمان میکنه زمی مبارز و پرانداز بود و در راه ایران و ایران زمین و برای ارزش‌های ایرانی کار میکرد باید بره خودشو به روانشناس نشون بده. دقت فرمودی؟ بنابراین میهن پرستان، صحبت من فقط با ایران گرایان و میهن پرستان هست، یعنی با یک قشر خاص، با یک در واقع مردمانی که حاضرن برای ایران جان بدن، صحبت من فقط با اوناست، با هیچ کسی دیگه این نیست. اصلا اصولا ما با مردم عامی و عادی کاری نداریم، چون مردم عامی و عادی اصلا صحبت های ما رو متوجه نمیشن و وقت هم نداریم اینجا براشون تدریس بذاریم، نمیدونم درس بذاریم، مسائل رو چیز کنیم. عزیزانی که اگر میخوان صحبت های ما رو متوجه بشن، دو تا راه بیشتر ندارن. یک راهش برن تارنما، تمام مقالات ما و کتابخونه که در تارنمای ما هست، تمام اون کتاب ها رو بخونن مطالعه بکنن و سپس برن کانال یوتیوب جنبش، تمام برنامه هایی که ما در گذشته گذاشتیم همه رو بشنن دونه به دونه ببینن. زمانی که همه اینها رو خواندید و همه اینها رو دیدید، بعد بیایید بشینید اظهار نظر بکنید، میتونید با هم صحبت بکنید. بنابراین تا پیش از این فقط گوش کنید و بیاموزید، اونم اگر دوست دارید، اگر هم دوست ندارید اصلا برید اینجا پیداتون نشه. رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی برای میهن پرستان، برای ایرانگرایان، برای کسایی که دارای خرد هستند، دارای آگاهی لازم در راستای حفظ و حراست این میهن هستن داره فعالیت میکنه، برای هر نن قمری که فعالیت نمیکنه که. به همین سادگی تعارف نداریم ما با کسی هستن. دقت فرمودید عزیزان؟ حالا بر همین پایه همیهنان دقت داشته باشن، همازوران دقت داشته باشن که ما در جایی هستیم، در زمانی داریم، در هنگامه‌ای داریم به سر میبریم که میبایست در مقابل دروغ ایستاد، در مقابل دروغ میبایست نبرد کرد. ما مینبردیم با دروغ. دروغ ذات اهریمن هستش، دروج اون چیزی هستش که سال 57 بر ایران چیره شد و ایران رو به این روز خاکستر سیاه نشون. دروج اون چیزی هستش
که تمام این سیستم های امنیتی، تمام این سیاست های جهانی احاطه ای رو بعد درست کردن بر سر مردم ایران که بخوان ایران رو کاملا نابودش بکنن. دروج اون چیزی هستش که اشخاصی از دل جمهوری اشغالگر اسلامی و از دل سیستم های اهریمنی که چشم دیدن ایران ندارن حمایت میشن و بیرون میان، مردم رو فریب میدن، گمراه میکنن، مبارزه مردم رو به بیراهه میکشن تا امروز ما به جایگاهی برسیم که یک مغول تازی زاده به خودش اجازه بده که بیاد اون خزعبلات رو در آران، در خاک پاک ایران زمین عنوان بکنه. دروج یعنی این، و دروج رو میبایست باش مبارزه کرد. در هر ثانیه میبایست با دروج مبارزه کرد، با سیاهی مبارزه کرد، با آتش خرد، با روشنایی میبایست به جنگ، به نبرد با دروج رفت. در هر کجا که هستیم، در هر جایگاهی که هستیم، پای ایستادن، ایستادن پای ایران، تاوان باید داد برای ایران ایستادن. و یکی از اون تاوانهاش این هست که شما بری با دروج مبارزه بکنی در جایی که حتی میلیون ها انسان، میلیون ها نادان میان یک شخص کثیف و پسفطرتی و مثل زم مبارز و قهرمان و فلان میخوان اسطوره سازی بکنن از یک بچه آخوند پسفطرت. وظیفه من و شما هست که در مقابل این دروج ایستاد. نقش ما این هست، ما سرباز میهن هستیم. وقتی میایم یک پسفطرت پتیاره ای رو به مثل مسیح قومی نژاد گندش میکنن، یک نایاکی، یک کسی که در وجودش ایران ستیزی هست، یک کسی که در وجودش نکبت هست، میان برای ما قهرمانش میکنن، در مقابل این دروج باید ایستاد. آخه تعارف مگه داریم؟ به کجا میخوایم بریم؟ درود بر شما جناب سورنا. با کی داریم تعارف میکنیم؟ به چه کسی داریم؟ چه فخری رو برای چه چیزی داریم میفروشیم؟ اگر میلیون ها تن دارن اشتباه میکنن، دلیلی نداره ما این اشتباه رو انجام بدیم. دلیلی نداره که ایران گرایان، خردمندان، خردگرایان اون اشتباه رو انجام بدن. که چی بشه؟ که همرنگ جماعت شیم؟ نخیر، نخیر، اصلا این اصلا فراموش بکنید. خرد میبایست تمام جامعه رو در بر بگیره. این از ایرانگرایان، این از خردمندان و خردگرایان نیست که خودشونو بکشن پایین همسده یه مش مشتلی حمال دیوانه ابله. برعکس باید تلاش بکنن اونها رو بکشن بالا. این اون مشعل خرد و خردگرایی هستش. حتی اگر صدها تنم مثلا میگه آقا آی نه نمیدونم این اینطوری بود، نه ایزه من هم چیزی نیست، این یه فکته، یک عمل انجام شده است، مال 4000 سال پیش هم نیست، مال همین سال پیشه. بنابراین اگه کسی اومد گفت زم یه قهرمان بود، محکم چنان بزنی تو دهنش، چنان تو سرش بزنی که مثل هویج بره تو زمین. یکی میاد میگه آقا نمیدونم این قومی نژاد که اصلا شوهرش نایاکی، اصلا این نایاکی هم مگه اون آقا چه میدونم اون یارو زنه کی بود که پول دوزید ورداشت برد. دوستان اگر من حضور ذهن واقعا از ذهنم پرید اسم این پس فطرت رو، اصلا اون آل آقای کیه پولا رو ورداشتن آوردن با هم دیگه خوردن، بعدش هم با اون یارو جرجانی و نمیدونم فلان شروع کردن با هم دیگه یه سری دلغک بازی ها و دو دوزه بازی ها رو در آوردن که پول مردم ایران رو قبضه بکنن به نفع خودشون. شیخ الاسلام، آره نمیدونم دقیقا یه همچی مرجان آل آقا، سپاسگزارم، بله مرجان آل آقا.
مگه همین چند وقت پیش نبود که اینا اومدن همه با هم دیگه این سیاه بازی در بیارن که پول مردم ایران رو ضبط بکنن به نفع خودشون؟ آخه چرا تعارف رو دروازه میکنی؟ آش انقدر شور شده که این پس فطرتان ایران ستیز رو میخوان به عنوان قهرمان و نمیدونم قهرمان ملی و آزادگر ما معرفی کنن؟ یعنی از دل تمام این اهریمنان دارن برای ما قهرمان سازی هم میکنن؟ مرجانه آل آقا همسر مهدی خلجی کاملا درسته، همشون هم که نگاه میکنین سر و تهشون به اسرائیل وصله، خود جمهوری اسلامی به اسرائیل سر و تهش وصله، تمام این پس وترتانی هم که به اسم اپوزیسیون مثل افدیدی و فرشگرد و نمیدونم تمام اون کوفت و زهرماراشون هم همشون سر و تهشون به اسرائیل وصله. یک دو دوزه بازی هم درست کردن از اون ور جمهوری اسلامی نمیدونم دروغ و شامورتی بازی مرگ بر اسرائیل رو داد میزنه، از اون ور با هم این پاس میده اون گل میزنه، اون پاس میده اون یکی گل میزنه، یکی یکی جوونای ما رو پرپر میکنن، میکشن، غارت میکنن، فراری میدن. آخه یعنی چی؟ یه مش آدم حرف مفصل یاوگو هم راه افتادن تو این فضای مجازی برای خودشون یاوگویی میکنن. حداقل این اکان جنبش رنسانس ایرانی اجازه اصلا به این یا به گویا نمیده، تو سرتون میزنه بلاکتون میکنه، تمام شد رفت. شوخی داریم ما؟ داریم کار جدی مبارزاتی میکنیم؟ بنابراین عزیزان فریب یک سری مسائل رو نخورید. برادران سامی و ابراهیمی با هم همدست شدن که ایران رو نابود بکنن. در این سامیت که از اون ابراهیم دیوانه شروع میشه که مرتیکه دیوانه میخواد بچهشو بکشه، بعد نمیدونم یه ببعی براش به ابکنان از آسمون میفرستن اون گوسفندو میکشه، نهایتا شروعش با خون و خون ریزی بوده. این کل اصول اندیشه و فلسفی مذاهب سامیه که از اون یهودیت شروع میشه، از یهوه شروع میشه، میاد میرسه به اون الله، همه شون سر تا پا یک کرواسن. این کل ریشه فلسفیشونه، سیاست هایشون هم بر همین پایه است، هیچ تفاوتی نداره. و اصولا اینها در ذات دشمن ایران هستن، در ذات دشمن ایران زمین هستن، در ذات دشمن هستن. خب ما اگر نتونیم دوست و دشمن درست خودمونو تشخیص بدیم، بشناسیم که اصولا آب در هاون داریم میکنیم، آقا چه مبارزه ای؟ مبارزه ای که این میدان رو بده که یک مشت براستی و درستی دلغک بیان فریبش بدن و به هر ناکجای آبادی بکشوننش. خب آخه این چه مبارزه ای هست؟ چه مبارزه ای هست؟ درسته جناب بیبیکسیون، سپاه قدس همون سپاه اورشلیمه، اسمشو به ما گفتن، قدس. قدس کجاست؟ همون اورشلیمه، سپاه اونجاست، همشون هم میخوان برن سمت قدس. مگه نمیگه این آخوندها ما میخوان بریم قدس؟ اینا اصولا همشون آنوسی هستن، همشون هم دشمن ایران هستن و به راستی و درستی ما مردمان ایران زمین مردمان تنهای تاریخ جهانیم. ما مردمان تاریخ تنهای جهانیم، رو چی میخوایم حساب کنیم؟ بجز همت خودمون، بجز عزم خودمون، بجز قدرت خودمون، بجز بزرگمنشی خودمون، رو هیچ چیزی نمیتونیم حساب بکنیم. و نباید اجازه بدیم رحم ما، دهشمندی ما، مهر و مهرورزی ما نمیباید چشمامون رو کور بکنه و اجازه بده که دشمنان ما رو فریب بدن. این بزرگترین اشتباهه.
بزرگترین اشتباه این هستش که بیان از مهر و مهرورزی ما سوء استفاده بکنن و بخوان ما رو فریب بدن، بازی بدن، بعدم بشینن به ریش هم بخندن. این اجازه رو نباید ما بدیم. به هیچ عنوان نباید این اجازه رو بدیم. تمام برادران سامی همشون دست در دست با هم دارن، نوچه و نوکرشون رو جمهوری اسلامی گذاشتن سر کار. اسرائیل جمهوری اسلامی، وقتی که شما میگی جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل، وقتی میگی اسرائیل یعنی جمهوری اسلامی. تمام کسایی که خارج از ایران دارن از سوی اسرائیل حمایت میشن، همشون دارن در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. مگه تعارف داریم که بیم این حرفا رو بزنیم؟ چرا باید اجازه بدیم که یک مش بعد یک مش انسانهای براستی و درستی، کودن، کنزن، بی سواد، نافهم، هیچی اینا در وجودشون نیست بجز ایران ستیزی، بجز کینه از ایران، بجز دروج و فریب و هیرنگ و دلغک بازی، هیچی دیگه ندارن اینا. نه دانش دارن، نه خرد دارن، نه تحصیلات آکادمیک دارن. به این تیترایی که این پس فطرتان رادیو تلویزیون به اینا میدن باور نکنید. دکتر سیاسی، پژوهشگر سیاسی، پژوهشگر تاریخ، نمیدونم فلان، استاد دانش، همش دروغه. یک دونش رو باور نکنید. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم دارن که ایران رو نابود بکنن. بیا این یارون، این واقعا این همیهن ما رو نکن. ببین چقدر باید خرد باختگی در ریشه و وجود یک جامعه فرو رفته باشه، چقدر خرد باختگی و ناآگاهی باید ترویج داده شده باشه که به همین سادگی باور بکنن یه عده که مثلا اسرائیل دشمن جمهوری اسلامیه. یعنی واقعا یعنی خرد باختگی این بیشتر نمیشه. با هیچ کشوری دشمنی نداریم، کاملا درسته. با هیچ کشوری ما در آینده ایران، نه با اسرائیل نه با آمریکا، فراموش نمی کنیم خیانت هایی که به ایران کردن و حواسمون هم شیشتون جمع خواهد بود. فراموش نمی کنیم این خیانت ها رو، ولی دشمنی که نداریم که. ولی امروز داریم مبارزه می کنیم برای آزادی. نه شما اگه دشمنت رو نشناسی اصلا نمیدونی داری با کی مبارزه می کنی. جست نگیر هم میهن. اینقدر کامنت یا بگویی هم نذار، گوش کن. پاینده ایران هست، جاوید شاه هست، ولی فقط با این شعارها ما نمیتونیم ایران را آزاد بکنیم. با شعار که ما نمیتونیم ایران را آزاد کنیم. شما باید واقعیت رو ببینی، شما باید دشمن واقعیت رو نخست بشناسی، باید بشناسی داری از کجا ضربه میخوری، باید دوست و دشمن رو بتونی تشخیص بدی، باید جریان های سیاسی رو شما بشناسی که بدونی با کی میخوای مبارزه کنی، با کی قراره هم پیمان بشی، با کی میخوای قدم برداری، با کی میخوای دست بدی، با کی میخوای دوست باشی. خب اگه شما رو نشناسی خب فریبت میدم. هیچ کشوری چشم دشمن دیدن ایران رو نداره. هیچ کشوری نداره. سیاست های جهانی سال 57 هیچ تغییری نکرده، روز به روز داره بدترم میشه. معلومه که هیچ کشوری دوست ایران نیست. هیچ کدومشو چشم دیدن ایران ندارن، یا دارن غارتش میکنن، یا دارن جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن، یا دوزی. یک نمونه و مثالش رو میخوام برای شما بزنم. مگر نمیگن جمهوری اسلامی تحریمه؟ آیا میگن تحریم هست جمهوری اسلامی یا نه؟ همین دولت ترامپ مگه تحریم های سخت آنچنانی فلان این حرفا نذاشته برای جمهوری اسلامی؟ مگه غیر از اینه؟ گذاشته یا نگذاشته؟ اگر گذاشته و هیچ پولی رد و بدل نمیشه، یعنی ارتباطات بانکی وجود نداره، شما به من بگید میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها دلار از ایران دزدیده میشه، چجوری دزدیده میشه و کجا میره؟
با همین یک نکته من به شما ثابت میکنم که هیچ کشوری دوست ایران نیست و همه دارن ما رو فریب میدن و یک مش مردم ما خرد باخته در دام اینها افتادن. این پول ها رو، این پول های میلیاردی که با کامیون و با چه میدونم فلان که خارج نمیکنن که، همه به وسیله سویفت های بانکی انجام میشه. پس این تحریم هایی که میگن هست کجاست که این سویفت های بانکی زده میشه و میلیاردها دلار و میلیاردها دلار از ایران خارج میشه و همش هم میره تو بانک های آنگلو ساکسون؟ یکی میتونه این معما رو واسه ما حل بکنه؟ میگن ایران تحریم نفتی هستش. خیلی خوب، هیچ کسی از ایران نفت نمیخره، هیچ پولی هم به ایران داده نمیشه. خیلی خوب، پس چطور میشه که ایران میتونه به عراق نفت بفروشه بعد همه جهان میاد از عراق نفت میخره؟ یکی میتونه این معامله رو واسه من حل بکنه؟ نفت بشکه 50 60 دلار رو میان با بشکه 5 دلار 3 دلار 2 دلار، هفته پیش من شنیدم با بشکه 2 دلار دارن نفت ایرانو میخرن. بعد شما فکر میکنی جهان دوست ایرانه؟ این پول مگه پول منافع ملی ملت بزرگ ایران نیست؟ اینهایی که میان میگن، همین دولت آمریکایی که ترامپی که میگه آقا ما، میاد دوتا توییت میزنه مردم ایرانو فریب میده، آی ما حواسمون به اینا هست، آی ما حواسمون، ما با مردم ایران هستیم، مردمو فریب میده که کثافتکاری سال 57 رو بخواد ماله بکشه، مردم هم میرن سینه میزنن برای یک شخصی به اسم ترامپ که رئیس جمهور آمریکاست نه رئیس جمهور ایران. هیچ کاری هم از زمانی که اومده در رأس امور قرار گرفته هیچ کاری هم برای ایران نکرده، هیچ کاری برای مردم ایران نکرده. واقعا اصلا شرم‌آوره که ملت این چینی حرفا این یاوا رو باور بکنه. خیلی راحت هم میاد ایران تحریم میکنه فلان میکنه، نفتشو بشکه 2 دلار میخره، بشکه 5 دلار میخره. به همین سادگی جمهوری اسلامی هم سفت و سخت سر جاش ایستاده، بیشتر میکشه، بیشتر غارت میکنه، میگه ایران تحریم، کارهای بانکی نمیتونه بکنه، میلیارد میلیارد پول ایران دزدیده میشه، میره تو بانکهای آنگلو ساکسون خوابیده میشه. واقعا آخه خرد باختگی جامعه تا کجا؟ چرا میذارید با شعورتون بازی بکنه آخه؟ چرا اجازه میدید به شعورتون، به خردتون، به عقلتون، به اندیشتون تجاوز بکنن؟ اصلا از بازی گذشته، از بازی کردن گذشته، به شعورتون دارن تجاوز میکنن. واقعیت اینه، از بازی کردن گذشته دیگه. بعد شما گمان میکنید که ما دوست، کدوم کشور دوست ما هست؟ کدوم کشور دوست ملت ایران هست؟ بنویسید یک کشور که دوست ملت ایرانه، اینجا بنویسید. شما نام یک کشور بیاید بنویسید، من ده ها سند و فکت میارم از خیانت هایی که به ایران کردن، به ملت ایران کردن، از آمریکاش بگیر تا چه میدونم اون دوزاری های منطقهش، تا همین اسرائیل پس فطرت که سال 57 همشون در دست هم دادن با برای دشمنی با ایران، شاهنشاه ایران زمین آریامهر رو سرنگون کردن، یک مش آخوند شیپیشو وحشی تازی رو به نام خمینی گجستگ اندیزاده براشون آوردن و همینطوری این سلسله ادامه داره 41 سال و همینطوری دارن نسل به نسل مردم بازی میدن. یک شب باید این قطع بشه، این مسخره بازی، یک شای خرد باختگی باید قطع بشه، یک جا باید مردم متوجه بشن، یک جا باید مردم بفهمن که دارن بهشون دروغ میگن، یک جا مردم باید متوجه بشن که هیچ کسی، هیچ کشوری، هیچ کشوری دوست ما نیست، یک جا باید مردم متوجه بشن که همه اینا پشت جمهوری اسلامی هستن، سال 57 آوردنشون، 42 ساله دارن حمایتشون میکنن. باید یک جا مردم متوجه بشن که این سیاست‌های جهانی دارن بهشون دروغ میگن، نه آمریکای ترامپ کثافت، نه اسرائیل نتانیاهو پس فطرت، نه پوتین غارتگر جنایتگر روسیه، هیچ کدومشون دوست ما نیستن. چشم نمیخوان، اصلا چشم دیدن ایران رو ندارن.
در شیرازه وجودیشون وجود داره این قضیه. صحبت امروز و دیروز هم نیست، از زمان اسکندر گجستک این اتفاق افتاده تا به امروز. هیچگاه مذاهب سامی دوست ملت ایران نبودن و نخواهند بود. کی گفته اینها دوست ما هستن؟ ما همه این چیزها رو میدونیم. اصلا خرد باختگی. یک مش آدم پس فطرت مشتلی حمال ملیجک هم انداختن، همه جور حمایتشون هم میکنن و اینها فقط مغز مردم رو دارن میشونن و اسکل پروری میکنن. اسکل پروری میکنن به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ملت نتونه دوست و دشمن واقعیش رو تشخیص بده. و همینطوری مردم رو گذاشتن سر کار. 40 سال مردم رو همینطوری گذاشتن سر کار. 42 سال مردم رو همینطوری گذاشتن سر کار. به راستی و درستی شرم‌آور هستن. من امیدوارم ترامپ برنده بشه. امیدوارم ترامپ برنده بشه، چون میدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. چه این بایدن کثافت بشه، چه هر خر دیگه‌ای که بشه، کاملا میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقا من خیلی دوست دارم ترامپ برنده بشه. میدونید به خاطر چی؟ برای اینکه یک بار برای همیشه تکلیف مردم اینا تکلیف خودشون رو میفهمن. به خاطر همین واقعا آرزو دارم ترامپ برنده بشه. تسویه حساب‌های خاصی هم با خیلی ها خواهم کرد. اتفاقا من منتظر هستم ترامپ برنده بشه. در این تردید نکنید. یک مشت از اون بالا خواهند افتاد پایین و تکلیف مردم ایران روشن خواهد شد. مردم ایران باید تکلیفشون رو روشن بکنن. یک جا باید این تکلیف روشن بشه. یک جا میبایست این تکلیف روشن بشه، وگرنه 41 سال که هیچی، 410 سال دیگه هم سر کار هستن و اصلا دیگه تا اون موقع ایرانی نخواهد بود. تا اون زمان اصلا ایرانی نخواهد بود. اما تا پیش از اینکه برنامه تا چند لحظه دیگه تموم بشه، نکته پایانی این هست همیهنان، تنها راه نجات ما همبستگی ملی ایرانگرایان، میهن پرستان و خصوصا در طیف پادشاهی که 95% جامعه ایران تشکیل میدن. به این رسانه ها و به این یاوه‌گویی هایی که شما نگاه میکنید، چه رسانه های خارجی چه رسانه های ایرانی، اصلا اینها رو به اینا توجه نکنید. 95% مردم ایران میهن پرست هستند و پادشاهی خواه هستند و اتفاقا ایرانگرا هستند. اصلا من وارد مسائل دینی و مذهبیشم نمیشم. دقت فرمودی؟ ما میبایست با هم همازور بشیم، این آخونده شیپیشو رو بکشیم پایین و یک حاکمیت ملی و مردم سالار نهادینه بکنیم در این کشور، که این حاکمیت ملی و مردم سالار در نهاد پادشاهی نهفته است. دقت فرمودی؟ و زمانی که مردم به صورت میلیونی بیان کف خیابونها، بیگمان ارتش ایران زمین هم میاد و حمایت خواهد کرد. و برای اینکه ما به این نتیجه برسیم، نیاز به سازماندهی محلی داریم. کلیپ سازماندهی های محلی رو پخش بکنید که رو همین برگه و تمام خروجی های جنبش هست. پخش کنید که همگان آگاه بشن. سازماندهی محلی اون
رمز پیروزی ماست، اون کلید معماست. جامعه ما باید بتونه خودشو سازماندهی بکنه تا در زمان رستاخیز بتونه کنترل جامعه رو به دست بگیره. و بیگمان در دل اون جامعه پیشروانی هستن، رهبرانی هستن که به عنوان رهبران میانی میشناسیمشون، میان و سررشته امور رو به دست میگیرن. میهن پرستان بسیارن در درون ایران. میخواید نجات پیدا کنید، اصولا روی تمام رسانه ها خط قرمز بکشید، تمامش، چه ایرانی چه خارجی، یک خط قرمز روش بکشید. میخواید نجات پیدا کنید مردم ایران، میخواید نجات پیدا کنید خارج از ایران رو اصولا فراموش بکنید، اصولا خارج از ایران رو فراموش بکنید. ما تنها کاری که اونم ما به عنوان میهن پرست و ایرانگرا که کارناممون مشخص هست، تنها کاری که میتونیم بکنیم صدای شما باشیم و در اون بزنگاه ها بتونیم لابیگری بکنیم و یک سری مسائل رو به مردم جهان و سیاست جهان نشون بدیم که تا به امروز هم این کار رو انجام دادیم. دقت فرمودید؟ هیچ پشوانه و حمایت خارجی هم وجود نداره. این اصلا از سرتون بیرون کنی، این خط، این نشون، این برنامه من، ویدیو من خواهد مون و خواهید دید. سالهای آینده بیاین برگردید دوباره این رو نگاه بکنید و پخش بکنید. منبرنشین هم نباشیم، این فرهنگ منبرنشینی و این فرهنگ امام زمانی رو بندازیم دور، ذهنمون رو پالایش بدیم، تمیز بکنیم، سم شیعه رو از ذهنمون پاک بکنیم تا ایران شهر رو ببینیم، تا آتش ورجاوند رو ببینیم، تا بتونیم خرد رو ببینیم، خردگرایی رو متوجه بشیم. نخست باید ذهن خودمون رو سمزدایی بکنیم از مسائل شیعه، از تمام مسائل تهاجمی، کمونیست، لنینیست، مارکسیست، لیبرالیست، نمیدونم کوفت، زهرما، آمریکا، اسرائیل، چین، روسیه، عربستان، تازی، مکه، قبله، اورشلیم، قدس، گور پدر همشون، روم، یونان. ذهنمون از این مسائل پاک بکنیم. یک تن مرد جنگی به حسد سوار. این مشتری حمالا جدیدن انقدر ناامید. ببین این اسکلگرایی که در جامعه را انداختن به وسیله یک سری عواملی که دارن که میان برنامه میذارن و فلانی حرفا، نتیجهش این میشه که مغز جوانان رو میخورن. زهای کارش چی بود؟ خوردن مغز جوانان. و اینها دقیقا دارن همین کار رو میکنن و تا ذهنشونو پالایش نکنن واقعیت رو نمیتونن ببینن. و اون پالایش ذهنی نخست از در واقع شیعه‌گرایی آغاز میشه، بعد به ایسم ها و بعد به اون دلباختگی های خارجی. تازه اونجا هستش که میشه ایران زمین رو دید. حالا به هر روی زیاد نمیخوام صحبت های فلسفی تاریخی بکنم، اما این موضوع سازماندهی های محلی بسیار حائز اهمیت ایزان. تا زمانی که سازماندهی های محلی صورت نگیره و تا زمانی که مردم به صورت میلیونی کف خیابون ها نیان در قالب تحصن، یعنی چی؟ یعنی بیان و بیستن، بیان و بنشینن، تحسن بکنن، تا زمانی که این اتفاق نیفته ما نمیتونیم ایران رو نجات بدیم. و برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز به یک سری ابزارها و راهکارها وجود داره و اون ابزار و راهکار یکیش سازماندهی محلی هست که تئوریزه شده بعد به عمل برسه، ویدیوش هست. یکی دیگهش برگزاری جشن‌های ملی هستش که اینم تئوریزه شده، عمل هم بارها بارها روش صورت گرفته
جشن های ملی، مناسبت های ملی. حالا چند وقت دیگه زایش مهر هست یا شب چله، که یک نماد بسیار قدرتمند هست، نماد پیروزی نور بر تاریکی است. زایش مهر نماد پیروزی نور بر تاریکی است، یک بسیار قدرتمند. برگزاری این جشن ها عاملی میشه برای یک خودباوری اجتماعی. دقت فرمودی؟ بنابراین ابزارهاش وجود داره، تئوریزه هم شده، بخشیش جامعه عمل پیدا کرده و بخشی دیگرش از من و شما هست که جامعه عمل بهش بپوشونیم و انجامش بدیم. یکی از مهمترین اونها سازماندهی محلی هستش. دقت فرمودی؟ بنابراین اینها رو پخش کنیم، برای دوستانمون بفرستیم، تشویق کنیم جامعه رو که بیاد و این مهم رو به انجام برسونه. به هر روی عزیزان، بسیار ازتون سپاسگزارم که همراه بودید. ویدیو رو من احتمالاً به احتمال زیاد نگه میدارم روی برگه که بتونید برای دوستانتونم بفرستید. اگر برای شما مفید بوده باشه، میتونه برای دیگرانم مفید واقع بشه. در پایان اگر صحبتی هست عزیزان، اگر کسی میخواد بیاد بالا صحبتی داره، درخواست بفرسته، یک گپ و گفتگوی کوتاهی هم با هم دیگه داشته باشیم اگر تمایل دارین. اگر صحبتی هستش، اگر صحبتی نیست که میتونیم. بسیار خوب دوستان، بسیار ازتون سپاسگزارم. این شعر آخر برنامه هم که زمزمه هستش که من دوست دارم و میدونم شما هم ازش لذت خواهید برد، با هم زمزمه میکنیم، نیرو میگیریم، توان میگیریم و به مبارزه ادامه خواهیم داد. به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم، که ایران همی قلب و خون من است، گرفته ز جان از وجود من است. بخوانیم این جمله از معبد پاکزاد، چو ایران مباشد تن من مباد. برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. پاینده ایران و جاوید شاه.